با سلام و درود احترام عزیزان دلانگیز، ببخشید که من دوباره به فاصله کوتاهی ویدیو داشتم. یه گزارشی از کوچه دیدم، استثنایی بود، این عجیب غریب بود، کم درباره علی جوانمردی البته اومده بود جلو چشم، باز نکرده بودم، ولی یه نکته جالبی توش داره. کانال کوچه یه خاصیتی داره که دوستان اگر فقط کوچه رو دنبال کنید توی طول روز، این کوچه به هر مهمترین مسئله ها رو توی دونه این چیش بگم بولتن خبری بهت میده، تقریبا گزارش هم خبری هم تحلیلی خوب بهتون میده. بعضی موقع خب چیز مشنگ بازی در میره، اون هیچی، ولی حرف جالبی زد در باره حالا حمله اون که ابرمی زده بود، حالا این جوانمردی. ببینیم چی میگه کوچه. میگه که اومده جوانمردی اومده گفته که باید رضا پهلوی عامل چیز جلوگیری از انقلاب، باید حذفش کنیم. خوب دقت کنید، خب باید علی جوانمردی رو اولا باید میشناختید شما، که از اون اول که اصلا حرفش همین بود، توی حرفش همیشه بود دیگه دوستان، که اصلا قبول نداره سلطنت رو. کسی که با لباس کردی و اسلحه، تو چه ژورنالیستی هستی؟ چیز میندازه، عکس میندازه، یعنی اصلا اعتقادی نداره. خب اعتقادی نداره، شاید مثلا دیده باشین من ازش حمایت میکنم، اصلا نفی نمیکنم اونها رو، دقیقا تو چیز حرفای خودمه. وقتی اینجا رسید دیگه باید یه خود چیز تجدید نظر کرد. اما یه چیز جالبی میگه، اشاره میکنه به یه برنامه ایرج مصداق. ببین ایرج مصداقی چی داره میگه درباره علی جوانمردی. نگاه کنی، علی جوانمردی کسی بود که روزی که روح الله زمان رو بودن در عراق، این اومد با ایران اینترنشنال مصاحبه کرد، یادته؟ و ایرانی در اونجا مطرح کرد، گفت پدر روح الله زم و خواهر روح الله زم و کل خانواده زم او رو فریب دادن، به عراق کشوندن که دستگیرش کنن. همون روز مصاحبه کردم با ایران اینترنشنال و گفتم اینا دروغه، اینا حقبازیه. یعنی چی؟ چرا حقبازیه؟ میدونست ایرج مصداقی در این که آدم خوبیه، آدم گلیه، آدم بی‌نظیریه، شکی نیست، ولی اینجا داره اشتباه میکنه. باور کنید من اولین بار میشنوم که این یه همچین چیزی رو علی جوانمردی گفته. باور کنید، من میتونید، نمیتونم از خودم دفاع کنم، باور کنید اینو. من که خودم یه برنامه ساختم، اگر یادشون مونده باشه دوستان، تو اون کانالم درباره روح لازم یه برنامه ساختم و همینو گفت، همینو گفت، شاک داشتن در میآوردم، بخاطر همین ویدیو ساختم که این جوانمردی گفته. آقای مصداقی این کاملا درسته. ببینید حرف، ببینید اشتباه این اپوزیسیون همینه، یهو یه موجی را میندازن، یه روی حرفی زده، خب حمله بهش و حالا جبهه‌گیری اون و هزار تا داستان دیگه. و فقط اون نیستش که حالا علی جوانمردی یه سری کرد هموطن هم قوم خودش رو داره دیگه، نداره؟ طرفدار دارن دیگه بالاخره. ولی اینجا حرف بسیار گندهی زده، یعنی افتاده تو همون چاله خریتی که اون پسر ابراهیم زاده، که اصلا اون مال عددی نیست، ولی افتاده علی جوانمردی تو همون چاله. خیلی جالبه، یه دستی هست این وسط که نمیخواد بذاره اینو شکل بگیره. من از طرف جمهوری اسلامی مطمئنم که خرتر از این حرف هست، یعنی خودش کارش خراب میکنه. اصلا اگه قرار بود این اتفاق نیفته، نمیذاش اصلا شلوغ بشه خیابون. ادامهشو گوش کنید. اینا بی‌شرمیه. سرویس امنیتی هیچ موقع نمیاد خانواده یه نفر رو به این ترتیب درگیر کنه، چون میدونن طرف بنا به تجربه میدونن ممکنه توی عواطف خانوادگی یهو تر رو لو بده. گفتم امکان ناپذیره. یعنی چی؟ من نفهمیدم منظورش از سرویس امنیتی نمیاد تر لو بده، خانوادش درگیر کنه.
کدوم سرویس امنیتی آقای اسمس؟ ببینید دوستان عزیز، الان شما اگه به مصداقی چیز اطمینان دارید، منم اطمینان دارم، ولی به این فکر نمی‌کنم که من میتونم یک آدم خوبی باشم اما یه حرف کاملا نادرست بزنم. الان جوانمردی بدست دیگه، درسته؟ من اصلا این دیدی شنیدم شاخ در آوردم. کاملا این تفسیر درست آقای مصداقی، کاملا درست. من دارم باز میگم نظر منه ها، خودم نشد این یکی با من یکیه. جالبه، چرا باید یه همچین چرتی بگه علی جوانمردی؟ مگه نگفت هواپیمای اوکراینی که افتاد اولین کسی که اومد تحلیل کرد گفتش که همه خندیدین بهش، همه دنبال این بودی که یه کسی تو اون هواپیما بوده، یه اسنادی بوده، یه چیزی بوده. ساده تر علی جوانمردی من یادم اومد گفتش که اینا هواپیما رو زدن برای اینکه چی؟ برای اینکه بندازن گردن آمریکا. من خودم خندیدم بهش اصلا، گفتم بابا اینجوری که نمیشه. یه خود بعد رفتیم جلوتر دیدیم که داستانا در اومد، آخرش هم همینه دیگه، درسته؟ هواپیمایی که کلی خودی توشه رو زدن. اینو علی جوانمردی این مزخرف رو یاری کرد. آقا مزخرف نگفته، چرا انقدر به احساسی برخورد میکنی؟ این آقای مصداقی هم یکی یه ایرادی که داره اینه که با یکی چپ میفته دیگه چپ افتاد. امیر فخرآور وقتی باش اونجوری درگیر میشه دیگه به امیر فخرآور رو میزنه چپر چلاقش میکنه. توی یه تلویزیونی هم نشسته آقای مصداقی، که تلویزیون نشسته که شخصیت چیزش رو باید بدونی. من یه بار در باش صحبت کردم به شوخی درباره بهبهانی، بذارید بدون تو رو بگمی شخصیت آشغاله به تمام معناست. ببین تا قبل از این میشه مصداقی کیو می آورد؟ حسن دایی رو می آورد. میشینه کارش هم اینه گوشدی، چهار تا کلمه میل 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 می کنه، بعد بدبخت ایرج مصداقی 45 دقیقه باید حرف بزنه. دیدی که تایم برنامه شو 3 ساعت و نیمه. ببین به مرحله اینکه یه دونه جدید تر پیدا کنه ایرج مصداقی رو اصلا به یاد نمیاره، بعد میشینه با همون جدیده در ببین مثل حسن دایی سوالها ماها باهاش صحبت میکرد. آقای دایی ایرج مصداقی یادم اومد حسن دایی رو چیز کرد باش کل افتاد، نشست با چیز با همین ایرج مصداقی بله بله کرد و ایرج و حسن دایی رو له کردن. الان چرا باید بزنی اینا رو؟ اصلا چرا باید این دروغ باشه؟ میگه سرویس امنیتی مرد است تو با هم اگه مزدود جمهوری اسلامی و عراق و اون یکی کشور سوم چی بود؟ دبی موبی بود. قشنگ مشخصه دوستان چرا من میگم این اشتباه داره میکنه. روح الله زم با صاحب آمد نیوز و گاو دیگه داره فرض میکنه، گاو که هر چی بهش این اخباری که بهش میدادن مصداقی میگه همش از تو وزارت اطلاعات میزده بیرون. خب سوال پیش میاد، شما سوال همیشه تو ذهنتون باید پیش بیاد که آقا اگه این اخبار رو میدادن به میرسوندن به خودشون، یعنی خبر بخونه مردم واسه سرکار دیگه، هدفشون چی بود؟ پس چرا باید بیارن برسون بکشوننش ایران؟ چرا براشون مهمه یک بار شکست بخوره؟ یعنی یه داستان پروسه نزدیک 2 ساله بودیم که مثلا یکی از مامورش امین فردین بود، داستان اون دختر شیرین چی نجفی و این داستان ها. آقای مصداقی چرا باید بکشه روح الله زم و ایران و بعد اعدامش کنیم؟ کاری به اونهایی که توهم دوتایی میزنن نداریم که میگن رفت اعدام نکرد الان تو جزایر نمچه چیز زندگی میکنه. نکه هیچ یکی سوال بپرسه ازش دیگه، چرا باید اعدامش بکنه؟ چطور این شک میکنی؟ به اون علی نجات شک نمیکنی؟ از کجا میشه فهمید دوستان؟ من تو اون ویدیو هم گفتم پدرش یک پشیمانی بسیار وحشتناک داره، دقیقا با همین نسخه که علی جوانمردی گفت اینو میکشن. یعنی دیوونه است مگه آمد نیوز رو داشته؟ داشتم همین نگفتن ایرج مصداقی معتقده که همین هر چی بهش میرسوندن چرت و پرت بود، اینم میگفت آره چرت و پرت هم بهش میرسوندن که بدل داره خامنه ای و جای بدلش داره صحبت بود، اینه رو تحلیل نمیکرد.
میداد دیگه. شاید مثلا یه موقعی هم مثلا یارو میدونه خب میفروشه اینا، به اینم فکر میکنم دنبال پول بود دیگه، خیلی وضعش خراب بود. همه زیر سر اون جاکشه. بابای این آخوند بود، پدر به پسرش، پسر به پدر و به پدرش اطمینان میکنه، مادرش میخواد بیاد ببینتش. الان شما وقت بحث خواهرش هم آوردی، یعنی داستان یعنی این با سیستانی، سیستانی به این تماس میگیره با دفتر سیستانی. من مطمئن نیستم اما قشنگ مشخصه تجزیه تحلیل این وقایع میشه بین نتیجه رسید. سیستانی بهش اطمینان میده، خب یعنی پروژه علی خامنه ای بوده، باباش از طرف سیستانی چیه اطمینان پیدا میکنه، نه اینکه بابای چیز بکشه. الان رژیم مستقیم میگه میذاره یه سرویس امنیتی پدرش، پدرش لو میده، پدرشو به اطمینان رسونده علی خامنه ای که بیار پسرتو بیار اصلا تو همون عراق بمونه، تو اروپا نباشه. چرا فرداش عمامه میزنه زمین؟ عمامه عباش یه آخون در میانه خیلی معنا داره. چرا تو اینستاگرامش اونجوری مینویسه؟ بعدم چون آخونده شالاتانه، خب نمیخواد بگه که تقصیر من بود دیگه. چرا زنگ میزنه با نوش گریه میکنه؟ قبل از اون مکالمه اینا نشنده بودیم ازشون که. پدرش اطمینان میده بهش، آقای مصداقی عزیز پدر و مادرش اطمینان میدن که اینجا تحت حاکمیت آقای سیستانیه. اصلا آقای سیستانی هم چو انداخته که با علی خامنه ای و دولت ایران اصلا مشکل داره. ملت ما به این چیزا فکر نمی کنن، به این درز و دوزا اینا فکر نمی کنن. اگه مشکل داره این وجوهاتش از ایران، کل مقلد تو ایران داره، چجوری به دستش میرسه؟ علی خامنه‌ای کینه یک کونی بیناموس میذاره این کارو بکنه؟ این از این فکر کنه. بعد ایران اینترنشنال میره بهش میگه آقا چرا این دروغو گفتی، میره بکشدش به سوال که آقا شما که اینو میگفتی الان مشخص شده چجوری؟ نفعش چی بوده آقای مصداقی در این دروغ؟ چجوری شما یه خانواده ای رو متهم میکردی؟ چجوری شما پدر متهم نیستن، فریب خوردن، این کارو بارها انجام داده دیگه. در مقابل نور چشمیش که محسن رضایی باشه نتونسته، خب علی خامنه ای، ولی باز تمام فرصت، تمام وقت دنبال فرصت میگشتی که احمد رضایی رو بکشه. دیدی هم که آخر کشت. محسن رضایی خیلی میخواد دیگه بهش اطمینان آنچنان. من میدونم از نزدیک بخبرم چجوری برش میگردن قرصیش میکنن اون دست گل و احمد رضایی رو. چرا باید همچین دروغی بگی آقای مصداقی؟ شما میگی الان به مصداقی چون اطمینان داری میره تو مخت، یعنی قفل کردی صداقت تو به قفل کردی این اطمینان تو به صداقتی که چیز داره مصداقی. حرفی توش نیست رجی مصداقی عزیز، در صداقتش اشتباه داره میکنه، برداشت اشتباهش با دوگماتیسم تا داره ادامه میده دیگه، به سوالها رو نمیذاره جلو ذهنش. اون شالاتا، اون بهبهانی آدم راحت بهتون میگم آدم آشغالیه در واقع، به نوعی خودشون یا خانواده قربانیه. شما اونا رو میاری تبدیلشون میکنید به عامل جنایت. عزیز عامل جنایت بودن، ناخواسته بودن آقای مصداقی عزیز. رسانه های حکومتی از جمله کانال بیسیمچی که بازوی رسانه ای حکومت در تلگرام به حساب می آید، مادر قوی مثل بیسیمچی میدیا کنم، همونی که فیلم دختره رو پخش کرد گفت در دروغ گویان خیلی نیست، با آغوش باز از حرف های علی جوانمردی استقبال کرده و تیتر زدند که افشاگری جنجالی فعال تجزیه طلب علیه رضا پهلوی و اینکه جوانمردی گفته باید رضا پهلوی را از سر راه برداریم. در این ارتباط باید به بخشی از حرفهای علی جوانمردی با دقت بیشتری گوش داد. قبلا باید با دقت بیشتر گوش میدادی. آقا من از اون همون اول میدونستم. یادم یک دوستی داشتیم به اسم سید کرد بود توی کانال قبل که برای من کامنت مینوشت. الان دیگه این کانال من پیدا نکرد. احتمالاً پیدام نکرد. اون واسه من یه بار نوشت گفت شما میدونی شما از جوانمردی فیلم دفاع میکنی اونجوری، بعد این دوستان میان مثلا
میخندن یا مثلا میتوپن بهت. یه بار تو پرایویت واسه من نوشتن، یه دونه کانال، یه دونه فیلمو پرایویت کرده بودم، گفتم بیا اونجا واسم بنویس. گفت میدونی اینا؟ گفتم آره من میدونم، میدونم هیچ اعتقادی به چیز نداره، به اصلا دنبال فدرالیسمه، ولی الان دشوار ما مشترکه، هنوز به زبون نیاورده. و بعد من مطمئنم از صندوق قرار ساعت هم به یه جایی برسیم، خودش هم داره حتی از صندوق میزنه که مردم رای بدن دیگه. بله من اونو بعد تعجب کرده بودم سید تو کامنت ها، گفت پس میدونی؟ من فکرم نمیدونی. گفتم عزیز میدونم، ولی دلیل نمیشه که الان دشمنه مشترکه. بعد ایه آره این دروغم میگه، خب دروغم میگه، ولی خبر نافرم هم بهش میرسوندن. خودتون بذارین جای این، اصلا همین که یه ژورنالیست شما لباس کردی تنت میکنی و با اسلحه عکس میندازی خودش داستان داره. گزدک رو میدید دست اونا، این عقلش اینجوری نمیرسید وسط این. خب یه همچه آدم سایه ترین کار اینه دیگه، این پلیتیک چیه؟ خبرهای جعلی بپرست نمازش بخونی بسه روح لازم هم میپرست دادن. خب علی جوانمردی میدونست روح لازم چه وضعیتی داره دیگه، فهمیده پا. الان ایرج مصدقی درست حرف زد یا نزد؟ اشتباه کرد یا نکرد؟ کدوم یکی بود؟ چرا باید چیز کنه؟ چرا باید بگیرنش روح لازم رو بیارن ایران؟ اگه همه حرفاش چرته. یک، بعد چرا نمیتونه پدر مادرش عامل شده باشه؟ لو بدن، مطمئنن که میخواد بیاد تهران، بیاد ایران. دومونم یه دروغ دیگه گفتن، فریبشون داده. تو چون آخونده نمیاد بگه، مثلا ویدیو ساختم همین نو، کلی با هم مخالفت کردن. الانم یه ده مثلا عزیز من از شخص دفاع نمی کنم، بسته با همون دوست موسیقی گردم همینو نوشتم. میدونم این اصلا اعتقادی به اون پرچم نداره، حرف غلام کله درسته که میگه تو چرا پرچمو نمیذاری. خب تو بعد تو داری به این واضحی میبینی علی جوانمردی داری میگه که اعتقادی به چیز نداره، به پرچم نداره. خب الان متوجه شدی؟ این ما هم انداختن توی داستان دیگه. خب داستان ببینید، دستی در کار خب که اینا رو بندازه توی داستان چیز، همه با انگوش پهلوی رو نشون بدن که مقصره. ببینید علی جوانمردی چه انگی به پهلوی بود، این همون چیز بیشعور میشه اینجا، این همون بیشعور میشه، چون فقط بکوبه داشت مخالفشو دیگه. خب وقتی ما فقط میخوام بکوبیم پشت میخوام میریم دری وری بریم دیگه. شاهزاده میگه پولا رو گرفتی چی شد؟ شاهزاده است بابا، علی جوانمردی ترک او. یکی از دلایل حمله خود به شاهزاده را این میداند که در حلقه مشاوران او سپاهیان و اصلاح طلبهای سابق حضور دارند. مثلا کی هستند سپاهیان؟ سپاهیان اصلاح طلبان وجود دارند در حلقه مشاوره او. اون اولی که میگن شهریار آهیه. شما همین چیز خوشی شاهزاده رو شما دقت کنید. همین اینا مثلا اون کلاپاس فارسی یه برنامه گذاشت گفت سوال برانگیز کرد داستان، همین تغییر روی اگه آدم های گیری باشن شوت موتا رو تحریک کرد که رزومه شهریار آهی رو گفت که چه شالاتانیه، چه چهره تو سایه یه مشخصی حداقل نیست، یعنی یه سیاست مدار آنچنانیه. و بعد متهم تقریبا داشت با این چیز میگفت، گفت حالا اینکه شاهزاده چرا در کنار خودش داشته، به این چیز ساده فکر نمیکرد اون با اون تریبون که شاهزاده این شالاتان انتخاب کرده که یاد بگیره سیاست رو ازش. برای همینم من مطمئنم یه دو آخرین لحظه یه آس رو میکنه و اون بلیتشو به این سادگی با حرف جوانمردی و واحدی و مصداقی و این چیزا خرج نمیکنه بیار چیز فراخوان بده. آیا ماجرای حرفهای علی جوانمردی و استقبال رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌تواند به این موضوع مربوط باشد؟ آیا در صورت صحت ادعای جوانمردی، حضور ریزشی‌های رژیم در اطراف شاهزاده پهلوی می‌تواند نقطه ضعف باشد یا نقطه قوت؟ شاهزاده پهلوی اگه مشاور شهریار آهیه، دیدی که چی گفت که؟ اصلا ببینید به اون حرکتی که من خواستم اون تیتک فیلمو بذارم براتون از مال توی فیلم های تخت‌آور،
یه تیکه‌ای که وسیع علی نژاد داره صحبت میکنه، شاهزاده کنارش واسطاده. ببینید یه مورد دیگه هم گفتم، برخورنده نباشه سلطان طلبوی عزیز، شاهزاده خودشو میزنه به گاگولی، ولی گاگول نیست، داره میذاره جلوتون همه چیشو. ببینید یه دونتون با هم دیگه نمیسازه. انقدر این آدم چیز داره، تولرانس داره، انقدر این آدم چیز باز گذاشته، شاهزاده است دیگه. که حامد اسماعیلیون که چند وقت میشناسیش، بیاد پیشنهاد بده، خودش اجازه بده که پیشنهاد طرح بده و بعد اون طرح نپذیره، قهر کنیم بیرون اولاغ نفهم. خب کدوم شاهزاده این کارو میکنه؟ شاهزاده است مثل اینکه شاهزاده ای که قبولش دادن شاهزاده است تو ایران ترکمون. و آیا ممکن است این حضور به منظور حذف احتمالی او طراحی شده باشد، یا این فرض به کلی منتفی است؟ تمام کسانی که جز مشاورینش هستند یا سپاهی بودند یا اصلاح طلب، چگونه میشه با چنین نیروی ائتلاف؟ اسم براخ احمق، چجوری اصلاح طلب کرد که هر سپاهی امروز از سپاه پاسداران خارج میشه، فردا در صفحه اوله کسانی هست که پشت سر ایشون هستند و بقیه مخالفان مورد فحاشی و بدترین ترور سایبری قرار میگیرند. راست میگه دیگه، بد توهین میکنن بهش. آقا اصلا جبهه رو زدنه تا وقت یه دفعه یه رو همه چیشو میری پایین، میرسه به اینجا دیگه. بابا کرده بیشتر از همه ما این کرده آسیب دیده، خب یقات میزنه دیگه. بعد از اول باید نگاه کنی تو کلمه هم که من متهم کنی که در این دفاع میکردی، من داشتم واسه تعریف کردم که برای عزیزم میدونستم این تو سرشه. سیاست یعنی چی دوستان عزیز؟ اصلا کلمه سیاست یعنی چی؟ من حرفم این بود دیگه که باقر خاله رو اگه پروین امروز فیلم داشتم ضبط میکردم از پروین پرپور که باقر خاله روش پشت میده، باقر خاله رو اگه دیگه دارن اونا پشت میدن تو پشت نده. باقر خاله برای اینکه دهن بوده، عباس فقرآور دهن بوده، مسیح علی نژاد دهن بوده، اینا دست فرض کن تو بدترین وضعیت که شما بهشون شک کردی که مامور جمهوری اسلامی باشن، دهن بودن داشتن پشت میدادن به ما. از اون باقر خاله اینا عملیاتی نداشتن که. خب حالا سیاست میگه که وقتی جمهوری اسلامی داره حمله میکنه به مأمور سابق خودش، به عامل سابق خودش، تو دیگه حمله نکنی، چی بود اصلا شمایت کن. این اسم سیاست دیگه، نداریم این سیاستو. این که علی جوانمردی شاهزاده پهلوی را به پول گرفتن از اسرائیل و عربستان متهم میکند، ادعای بدون سند و مدرکی است که به احتمال زیاد ادعای بدون سند و مدرک نیست، بیشوریشه. بیشوریش نگاه نمو، شاهزاده است تون گوشد پول واسه چی بگیری بذاری جیبش؟ مخالفان حکومت آن را جدی نخواهند گرفت. اما یه ایران رو دار، اولا وقت این که پول برده از ایران، حق شاه اون برده، خب خودش هم گفته چقدر بدرش بهش ارسیده، اونو داره. بعد یه ایران رو داره، یه ایران رو میان بهش میدن، در اختیارش قرار میدن، واسه چی آخه پول بذاره به جیبش؟ ترکمون دیوونه است. کسی که میخواد میاد شرکت کنه که بره نقش محوری داشته. ببین وقتی شاهزاده، تصور کن یه روزی که رضا پهلوی بیاد تو ایران، ببین چه اتفاقی میفته. حالا در کنارش فرض کن مثلا چه میدونم هیچ کی دیگه اندازش نیست، دقت کردی؟ ببین کی میخوام مثال بزنم، بقیه بیان تو ایران، مثلا چه میدونم حامد اسماعیلیون بیاد تو ایران، مثلا نه اوی داریوش اینا بیان، اصلا این چیز متفاوته. برای همین حرف مصداقی درست بود، گوزن بقیه جلوش. هرکی فکر کنه کسیه عددیه باید بره دکتر. ببخشید زیاد طولانی شد، اینو خواستم توضیح بدم. دوستانم کامنت برای من بنویسید، نظرتون رو بگید. شب و روزگارتون خوش. Thank you.